בעזרת השם נעשה ונצליח. תורה סיבה לנו משה, מורשה רהילת יעקב. פרמון 57 از فرامین امر تورا هیچ شسیوانو لشخوت پسخ هشنی میشنیم نمیمنو میلشخوت پسخ هاریشون. در این فرمان هشم به ما دستور داده که کسی که نتونست پسخ را در پونز قربان پسخ را در 15 ماه نیسان تقدیم بکنه مطابق قانونش، به این دلیل که یا تامه بود یا اینکه به درخ رخوغا، یعنی در راه دوری بود، میدونیم که امکان تقدیم قربان پسخ فقط در بیت المقدس بوده، بنابراین اگر کسی در خارج از یروشلایم و بیت المقدس بود و امکان نداشت که خودشو برسونه به محل تقدیم قربان پسخ در 14 ماه نیسان، یا اینکه اون ناپاکی هایی که اون فرد نمیتونه قربانی بخوره و یا وارد به تعمیق داشت بشه رو داشت، در همچین حالتهایی خداوند یک تشلومین داده، به این معنا که در یک ماه بعد از ماه نیسان، 15 ماه نیسان یعنی 14 ماه ایار، بتونن دوباره بعد از این که کاملا پاک شدن از اون ناپاکی ها و یا از راه دور برگشتند، فرصت دوباره ای دارن تا اینکه اون فرد بتونه قربانی پسخ را تقدیم بکنه، و به این میگن قربان پسخ شنی، یعنی پسخ دوم، و تقریبا تمام قوانینش شبیه به قربانی پسخ اول، به غیر از بعضی از استثناها، از جمله اینکه به عنوان مثال در قربانی پسخ اول آسوره که مسا همراه با خامس باشه، یعنی اینکه خامس نباید در خونه داشته باشه در 15 ماه نیسان وقتی که قربان پسخ رو میخوره. اما در مورد پسخ شنی خخامی فرمودن که متسا و خامس ایما و بعید، یعنی اینکه حتی امکان پذیره که متسا و خامس با اون در خونه باشه و اون موقع قربانی پسخ شنی را پسخ دوم را تقدیم بکنه و اون را بخوره. فرمان بعدی، فرمان 58، هیچ سیوان و لخول به سر پسخ شنی بلل خمیشه آثار میار المتسا و مرار. فرمان خوردن قربانی پسخ شنی در 15 ماه ایار، یعنی دقیقا یک ماه بعد از اون پسخ اول که پسخ اصلیه، اگر کسی اون نصف براش وجود داشت، اجباری وجود داشت و تقدیم نکرد و حالا در 14 ایار تقدیم کرد، میاد و در شب 15 اون قربانی پسخ را میخوره، 15 ایار. و قانونش هم مثل قربانی پسخ اول از این نظر که المتصوت امروریم یخلوهو، یعنی اینکه باید با مسا و با مارور سبزی تل خورده بشه، همونطور که در مورد پسخ اول قربانی پسخ موظفیم که با مسا بخوریم و با مارور یعنی سبزی ترخ که چند نوعه اما بهترین نوعش همون کاهو خورده بشه، همینطور در مورد قربانی پسخ دوم هم همون قانون رو داره، المسات امروریم باید با مسا و با مارور خورده بشه، چند نوع سبزی ترخ وجود داره، ولی خزال خخامین فرمودن که بهترین نوع و مهودارترین نوع که انسان میسار انجام بده کاهوه. حالا شاید بعضیا بپرسن که کاهو معمولا تلخ نیستش، چرا پس میگیم کاهو مارور سبزی تلخه؟ کاهو واقعا اگر که بمونه در زمین و یه مدتی بمونه نکننش، این حالت یه مزه تلخی پیدا میکنه و اتفاقا از همین نظر هم بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه این سمبول نشانه است که وقتی که اسرائیل ها اوتن و پدران ما در مصر بودند، در ابتدا از همون اول نیومدند مصری‌ها بهشون بگن که خب شما بیایید برای ما بیگاری بکنید، بلکه اول با خیلی زبون خوش و با نرمی اومدن باشون برخورد کردن، گفتن حالا کار بکنیم. حتی خود پرعه اومد یه روز را به عنوان روز کار و کارگر انتخاب کرد، اومد خودش شروع کرد خیشزنی و همه گفتن که خب همونطور که پرعه داره کار میکنه، خب ما که بالاتر از اون نیستیم، ما بریم کار بکنیم. خیلی با پرخ شروع شد، به پارخ، خزر داراش میکنم به پرخ، یعنی با زبون چرب و نرم، از همون اول با سختی شروع نشد. حتی یک میدراشی هستش که وقتی پدران ما در مصر بودن، در ابتدا وقتی که خواستن اونا رو وادار بکنن به اینکه بیان خیشزنی بکنن و گلمالی بکنن، همون اول نمیدن بگن که باید این کارو بکنید، بلکه گفتن هر کسی بیاد
خشت بزنه، به تعداد خشتایی که زده مثلا اشرفی میگیره، سکه طلا میگیره، یه مزد عظیمی میگیره. حالا خیلی از افراد بودن که اینا به طمع افتادن و در اون روز گفتن خب یه روز که بیشتر نیستش، تا اونجا که توان داشتن و جون داشتن اون روز را کار کردن و خشت زدن و در نهایت اومدن مسیحا خشتار رو شمردن، گفتن که این نهایت قدرت شماست، همین تعداد رو باید هر روز تحویل بدید. و حالا کسانی که از همون اول گفتن که نه برای چی بریم این کار رو بکنیم و یا یه تعداد خیلی کمی خشت زدن، همون تعداد هم براشون موند و به همون شکل در سالهای آینده همون وظیفه براشون بوند و فشار زیادی ها متحمل نشدن. و این به این دلیله که با توجه به تمام معجزاتی که قدوش بارخو برای ما در مصر کرد، هشم دستور داد که قربانی پسخ رو تقدیم بکنیم. سفر اخینوخ سوالی که میپرسه اینه که خیلی وقتا هستش در اکثر موارد اگر موردی یا انسان زمانش رو از دست داده، دیگه تشلومین تورا براش تعیین نکرده، دیگه امکان جبرانش نیست. علت این که در مورد قربانی پسخ تشلومین تعیین شده که یک ماه بعد اگر کسی نتونست تقدیم بکنه باید یک ماه بعد تقدیم بکنه چیه؟ و در جواب میگه با توجه به اهمیتی که قربانی پسخ داره، چون قربانی پسخ نشون دهنده اینه که ما به خروج از مصر اعتقاد داریم و در نتیجه به هشکاخا پراتیت، به نظارت جز به جز خداوند، که اینجوری نیستش که خداوند دنیا را آفریده باشه و رها کرده باشه، بلکه هنوز هم کاملا نظارت داره بر این که تک تک آدم ها چه کاری انجام میدن. و همونطور که در مصر اومد و از کسانی که شرارت ورزیدند و ریشوت کردند عقوبت کشید و قوم خودش را نجات داد، همینطور در طول تاریخ هم همینه، کسانی که در راه خدا نباشند در نهایت چه در این دنیا چه در اون دنیا مجازات خواهند شد و کسانی که در راه هشم باشند مسلماً مزد خواهند گرفت. و این از اصول ایمانه. با توجه به اینکه این موضوع اینقدر برای ما مهمه و اصل و پایه دین روی همین اصل استواره، در نتیجه در مورد این میسوای تقدیم قربان پسخ هشم به ما زمانی برای تشلومین، برای جبران اگر کسی به اجبار نتونست قربانی پسخ را در زمان اصلیش تقدیم بکنه داده. ریبی خمینیا به نقشه مراسا قدوش بارخول زکوت اسرائیل.